وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه زیبای در رکاب قرآن. دوستان عزیز، در این برنامه کوشش میکنیم که یکی از موضوعات قرآنی را خدمت شما عرض بکنیم. قرآن عظیمشان کتاب خداوند هست و تمام موضوعات قرآن عظیمشان دارای اهمیتی هست. هیچ موضوعی در قرآن نیست که بیهوده یا بیفایده باشد. هر چیزی را که خداوند متعال در قرآن بیان نموده است، دو حکمت ها، درس ها و اندرس هایی هست که ما مسلمانان باید به او متوجه شویم، او را بیاموزیم و به احکام الهی عمل بکنیم. این از هدف نهایی از مسائل قرآنی و موضوعات قرآنی. دوستان عزیز، در هفته های گذشته یک موضوع بسیار مهمی را آغاز کرده بودیم که موضوع صداقت و راست بودن هست. صداقت و راستی یک بسیار موضوع مهمی هست، موضوع اجتماعی هست که به اجتماع انسانها و مسلمانان تعلق میگیرد. به یک چیز باید متوجه باشیم که اسلام ما را همیش به سوی نیکویی ها امر نموده است که انسان مسلمان، انسان مؤمن باید دارای صفات نیکو باشد و انسان مؤمن و مسلمان باید از صفات زشت و ناپسند دوری اختیار کند. ای امر خداوند هست و ای ضرورت سرشت انسانی و بشری هست. هر انسان صفات نیکو را دوست دارد، هر انسان صفات بد را از او نفرت دارد. کسی فطرت انسانی هست، چیزهای خوب انسان دوست دارد، چیزهای بد از او نفرت دارد. گل کس یک چهره بسیار، شکل بسیار زیبایی دارد، هم بوی خوب دارد و هم زیبایی دارد. هر کس گل خوش دارد با هر رنگی که باشد، ولی هر کس از زباله نفرت دارد. چی است؟ این یک حالت فطری و طبیعی انسان هست. صفات نیک همین چیز هست. صفات نیک همانند گلهای مختلفی هست، گلهای رنگارنگی است که انسان به دیدنش خوش می شود و به بو نمودنش انسان احساس راحتی می کند. صفات بد همانند زباله دانی است که در اونجا جز بدبویی، مگس و حشرات و تعفن و نجاست ها چیز دیگری نیست. از اون نفرت دارد. پس به می خاطر است که اسلام تأکید نموده است که صفات نیک در خود ایجاد کنیم و از صفات بد و ناپسند دوری اختیار کنیم. در هفته گذشته یک موضوع مهم را آغاز کرده بودیم، موضوع صداقت و راستی. یکی از صفات نیک است و یکی از صفات مؤمنا هست. در سوره احزاب خداوند متعال می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، مردان راستگو و زنان راستگو. این چیز در آخر باز می فرماید که اعد الله له مغفرتا و اجرا عظیما. بسیار صفات نیک خدا بیان کرده است. مسلمانان، مؤمنان، قانتین، اونهایی که تابع و فرمانبردار امر خداوند هستند، با صادقین است، با صابرین است،
خاشعین هست، متصدقین هست، صائمین هست، حافظین فروج و منحافظات، یعنی همو شرمگاه خود را حفظ میکنن از ارتکاب حرام، ذاکرین و ذاکرات، همه صفات این مؤمنان، مؤمنان مرد و مؤمنان زن خداوند متعال بیان کرده است. و در اخیر پاداش بیان کرده است که اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. خداوند برشان مهیا ساخته است چرا؟ اجر عظیم و مغفرت و اجر عظیمی را خداوند برشان بخشش نموده است که برای این صفات باشد. از جمله صفات نیکو صداقت است. الصادقین و الصادقات. مردان صادق و زنان صادق. مردان راستگو و زنان راستگو. این چیز از صفات مؤمنا هست. و یک چیز متوجه باشین که هر چیزی را که اسلام ما را به او تأکید نموده، امر نموده، به ایمان است که او چیز خداوند از عموم بشر خواسته است. که در این صفات مصلحت هست، یک منفعه هست دینی و دنیوی، باید دیگر انسان ها همین صفت در خود داشته باشد. مثلا صفت صداقت و راستگویی و راستی بسیار یک صفت خوبی است. ایتو نیست که خداوند از مؤمنا خواسته است و از کفار نخواسته است، از عموم انسان ها خواسته است. کفار هم بندهای خداوند است، انسان ها هستند، بشر هستند، خالق عموم بشر خداوند است. وقتی خداوند برای مسلمان و کافر روزی میدهد، هیچ کس از رحمتش محروم نساخته است در این دنیا، ایمان است که او بنده خدا هست. خداوند حتی برای کفار هم خیر میخواهد. وقتی که فرعون دعوای خدایی را کرد، خداوند متعال با وصف دعوای خدایی موسی علیه السلام و هارون علیه السلام میگوید که اذهبا الى فرعون فقولا له قولا لینا لعله یتذکر و یخشى. برین نزد فرعون با وصفی که دعوای خدایی را کرده است، انا ربکم العلا، گفت. خداوند متعال برای موسی علیه السلام میگوید، برای هارون علیه السلام میگوید که دو پیغمبر مشهور بود، پیغمبر اول العزمی بود موسی علیه السلام. بر نزد فرعون برشان بسیار نرم صحبت کنین، فقول قول لینا، بسیار نرمی با حکمت امرایش صحبت کنین، لعله یتذکر و یخشى، شاید پند بگیرد، بترسد از خداوند. چیست؟ یعنی خداوند حتی از فرعون که دعوای خدایی را کرد بازم از او ایمان میخواهد. پس کفار یعنی تو نیست که کفار همش بد است، اونا بندهای خداوند است. یکی بدی و خوبی دارد و به نزد خداوند دارد. در انسانیت همه یه شریک هستند. یک انسان کافر است با شما در وظیفه یک جای کار میکنه، یک انسان کافر است همسایه‌ت است. تو نیست که کافر شد دیگه ما با او دشمنی بکنیم و او را از بین بریم. نه خیر، بنده خداوند است. یعنی هدف ما است که باید صفات نیکو در عموم انسان ها باشد، به با عموم بشر تعلق دارد. این صفات انسانی میگوید. تمام صفات اسلامی صفات انسانی هست. یعنی هر آن چیزی که خداوند مؤمنا را به او امر کرده، به عموم بشر هم تعلق دارد. خداوند متعال گفت که راستگو باشین، امانت دار باشین، وفادار باشین. این کلی صفات نیک است. حلم داشته باشین، کرم داشته باشین، سخاوتمندی داشته باشین، صفات نیک است که در عموم بشر برای اونها زینت میدهد. پس چی است؟ صفات نیک به عموم بشر تعلق دارد. ما در رابطه به راستی و راستگویی و صداقت صحبت های در برنامه های گذشته نمودیم. مفهوم صداقت، جایگاه صداقت در اسلام، انواع صداقت، نمونه های صداقت خدمت شما عرض کردیم. امروز برنامه اخیر در رابطه به این موضوع که ثمرات و آثار صداقت و راستی چی ثمره‌ای دارد. درست است خداوند ما را به این صفت امر نموده است، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، ای مؤمنا از خدا بترسین و با انسان‌های راستگو و راستین باشین. راستی و راستگویی و صداقت چی تأثیری دارد؟ چی آثار و چی پیامدهای دارد؟ چی ثمراتی دارد؟ وقتی که ما این موضوع رو مطرح میکنیم، به این خاطر است که شاید بعضی اوقات به نتایج و پیامد یک کار متوجه شود که اصل موضوع رو بفهمد. یک کسی که یک درخت
چی میکند؟ غرس میکند در زمین، درخت میشاند. درخت خیلی کوچک میباشد، نهال است، او را نهال ما میگوییم. این درخت چی میشود؟ به خاطر چی را میشانه؟ یک درخت سیب است، این را به خاطر زی ما غرس میکنیم یا میشانیم که این بزرگ شود. وقتی که بزرگ شد، شاخه ها از او درست میشود، برگ ها از او بیرون میآید و در نتیجه میوه میدهد. پس این درخت ما به خاطر ثمره و میوهش غرس کردیم. چقدر آدم تلاش میکند، سالها میگذرد که این درخت آست آست کلان شود، به او آب میدهد، کود میدهد و او را تربیه میکند آست آست تا بزرگ شود. وقتی که بزرگ شد، به خاطر از میوهش از او استفاده شود. وقتی که این درخت از میوه افتاد، او را قطع میکنند، از چوبش استفاده میکنند، این ثمره هست. پس هر عبادتی که در اسلام خداوند متعال ما را به انجام از او امر کرده است، بدون شک دو ثمرات و آثار و پیامت های هست. هیچ عمل بدون اثر نمی باشد. هیچ عمل، اگر خوب است یا بد است، عمل خوب یا کار خوب هم تأثیر خوبی دارد. عمل بد چون که بد هست، تأثیر بدی دارد. عمل خوب تأثیر خوب، عمل بد تأثیر بد. مثلا اگر انسان غذا خورد یا آب نوشید، انسان صحتمند می شود، تنومند می شود، انرژی می گیرد. اگر انسان یک گلاس سم یا زهر نوش جان کرد، می شود تأثیرش چیست؟ می میرد. چرا که زهر انسان می کشد. پس چیزی خوب انسان خوب می سازد، چیزی بد انسان بد می سازد. لذا صفات نیک بر انسان پیامدها، نتایج و ثمرات نیک را پشت سر دارد و صفات بد پیامدها بد را دارد. مثلا یک نمونه شد رابطه به ثمرات و آثار عبادت خدمت شما عرض می کنم که در رابطه به نماز، خداوند متعال هم به نماز ما را امر کرده است و هم اثر نماز بر ما بیان نموده است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. نماز انسان از فحشا و منکر باز می دارد. نماز خواندی، وجودت پاک شد، در یک مرحله روحانیت قرار گرفتی، معنویتت قوی تر شد. پس همین نماز سبب شد که تو را از فحشا و منکر باز دارد، از منکر و فحشا تو را باز دارد. اگر یک انسان بگوید که مثلا یک فلانی شخص نماز خواند، بعد از نماز متصل آمد قتل کرد، دزدی کرد، دروغ گفت، فحشا و منکر، خوشی رو میگوید فحشا هر آن چیزهایی که به فحش تعلق دارد، یعنی بدکاری و چیزهایی که مثلا خارج از دایره اسلام است. منکر هر بدی رو میگوید، دروغ بد هست، مثلا خیانت بد هست، ظلم بد هست، این فحشا و منکر. نماز انسان از فحشا و منکر باز میدارد. اگر یک شخصی بگوید فلانی شخص نماز خواند ولی از فحشا و منکر را باز ننمود، به این معناست که عیب در نماز نیست، عیب در نماز خواندن هست. عیب در نماز نیست، عیب در نماز خواندن هست. اسلام ندارد در ذات خود عیبی، هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. پس درست است شخص نماز خواند ولی نماز درست نخوانده، نماز صحیح نخوانده. مثل از اینکه یک شخص نماز بخواند بی وضو، آیا نمازش قبول است؟ نه خیر. پس نمازی که انسان از گناه باز نداشت، به این معنی است که این نماز درست نبوده، که اثر ندارد. مثل یک دوا و داروری که آدم استعمال میکند، یک دوا بسیار قوی هست، اصلی هست، وقتی که انسان رو میخورد عاجل شفایاب میشود، شفا مییابد، صحتمند میشود. و یک داروی بی کیفیتی که خوردی که 100 قرص بخوره بیفایده است، انسان نصیحت نمیدهد. همچنان عمل خوب مثل چی وارث؟ مثل داروی خوب وارث، که انسان زود صحت میدهد. و عملی که ناقص بود یا عمل صحیح نبود، مهمانی داروی بیکیفیت است، دوای بیکیفیت. هر قدر بخوری انسان چی نمیشود؟ یعنی صحت یاب نمیشود. پس بسیار دور نمیرم دوستا، آثار و ثمرات
صداقت و راستی چیست. در رابطه با صداقت و راستی ما خیلی صحبت کردیم. اولین اثرش چیست دوستان؟ اولین پیامد و تأثیر و ثمرش چیست؟ تحقیق عبودیت و اخلاص در عبادت و مطابقت پیامبر صلی الله علیه و آله است. ما چرا راست میگوییم؟ چرا انسان راستین میباشیم؟ به خاطر از اینکه عبادت خداوند درست بجا آورده باشیم و پیرو اوامر الهی باشیم و سنت نبوی باشیم. خداوند متعال گفت که شما راست بگوین ما راست میگیم. پیامبر صلی الله علیه و آله گفت که راست بگوین ما راست میگیم. این اولین پیامدش است که تحقیق عبودیت. انسان وقتی که میگه مسلمان هستیم، خود تسلیم کردیم به خدا و خدا گفت که راست بگو ما راست میگیم. این اولین ثمرش است، تحقیق عبودیت و اتباع پیامبر صلی الله علیه و آله. تحقیق عبودیت به خداوند متعال و اتباع سنت پیامبر علیه السلام است. دوم چیزی که در نتیجه صداقت بر انسان به دست می آید، ثمره و اثرش ایست که محبت خداوند و رسولش را کسب می کند. محبت خدا و رسولش را انسان کسب می کند. خدا کی را دوست دارد؟ انسان راست بر، انسان راستینه، در قولش، در فعلش، در قلبش انسان راست باشد. خداوند دوست دارد، پیامبر صلی الله علیه و آله دوست دارد و با صدیقین هست. انسان صادق از جمله صدیقین می شود اگر دائم راستگو بود و هیچ دروغ نگفت. خداوند محبت می کند با انسانهای راستگو. خدا تو رو دوست دارد. خداوند ان الله یحبو، مثلا یحبو، خداوند دوست دارد. در قرآن کریم چهار ذکر شده است، یحبو التوابین و یحبو المتطهرین. محبت خداوند به دست آوردن ای هدف هر مؤمن و هر انسان است. پس کسی که راست گفت خداوند او را دوست دارد، کسی که دروغ گفت خداوند او را دوست ندارد. راست گفت پیامبر صلی الله علیه و آله او را دوست دارد، دروغ گفت او را پیامبر علیه السلام هم دوست ندارد. محبت خدا و رسولش در نتیجه راستگویی انسان به دست می آورد. این چیزی ثمره دومی است و از بهترین ثمرات است که خداوند با یک بندش محبت بکند و ما محبت خدا را کسب بکنیم. یکی از این تأثیر دومیش است. تأثیر سومیش دوستان، حسن عاقبت در دنیا و آخرت نصیب راستگویان می شود. حسن عاقبت. پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است که ان الصدق یهدی الی البر، راستی و راستگویی انسان به سوی نیکویی ها می کشاند. و ان البر و نیکویی که است، یهدی الی الجنه، انسان به بهشت می رساند. راستی شما را به نیکویی رسان و نیکویی شما را به بهشت رسان و ای از هدف و مقصد هر مؤمن و هر مسلمان که داخل بشد. ای چیز ای بزرگترین کامیابی پرستگاری هست. ای دوم اثر، سوم اثر از آثار صداقت و راستگویی هست که خداوند در نتیجه صداقت و راستگویی انسان به بهشت میرساند. چهارم دوستا، دیگر از آثار صداقت و راستگویی چی از دوستا ایست که خداوند متعال با این انسان راستگو چی نوع تعامل میکند ایست که خداوند انسان راستگو را از جمله صدیقین قرار می دهد. حتی یکتب عند الله صدیقا، سبحان الله، و ان و ما یزال الرجل یصدق و یتحرى الصدق حتی یکتب عند الله صدیقا. به نزد خداوند در صحیفه هایش به نام صدیق یاد شدی. امروز در تعاملات دنیوی ما را تقدیر نامه می گویم. تقدیر نامه، تقدیر نامه، تقدیر نامه چی رو میگوید؟ فلان رئیس جمهور فلانی وزیر تقدیر نامه داد. تقدیر نامه به این معنی است نوشته میکند که از جناب محترم فلانی که وظیفه خود را به شکل درست انجام داده است، از طرف ما
تقدیر شد، در اخیر نوشته میکند رئیس جمهور یا رئیس جمهور وزیر تقدیر میکند، وزیر رئیس تقدیر میکند، رئیس مدیر مدیر یک کارمند خود. این تقدیر نامه هاست. یا مثلا در یک مکتب مدیر مکتب یک معلم تقدیر میکند، یا یک معلم مدرس یک شاگرد تقدیر میکند. چیز یک نوع فضیلت هست، یک نوع مقام دادن هست. صدیق کسی است که خداوند برش تقدیر نامه میدهد، حتی یکتب عند الله صدیقا، به نزد خداوند نشته شدی در تقدیر نامه از جمله صدیقین، حتی یکتب عند الله صدیقا. این کدام کسی است؟ و این الرجل لا یصدق و یتحرى الصدق، راست همه گود همیش در عقب راستی ها هست، هیچ تلاش دروغ نمی کنه در هیچ وقت در هیچ کار. بعد از او به نزد خداوند از جمله صدیقین نوشته می شود، حتی یکتب عند الله صدیقا. این یکتبه به این معناست که خداوند متعال در بین فرشتگان با این انسان صادق، به این انسان صادق افتخار می کند. یباهی بهم الملائکه، در دیگر حدیث آمده ان الله یباهی به اهل العرفات، خداوند مباهات می کند با چی؟ به اهل عرفات، در حج، در موسم حج، وقتی حجاج در صحرای عرفات استاد می شوند در روز عرفه در نوم ذوالحجه، میگه خداوند متعال مباهات می کند، افتخار می کند. بر فرشتگان می گوید حجاج کیست؟ درخت سفید پوشیده مردها و زنها هم لباس پوشیدن و در این صحرای عرفات استاد هستند، ذکر میکنند، دعا میکنند، قرآن میخوانند، نماز میخوانند، گریه میکنند، همه دستا را به خداوند بالا کرده، سر برهنه، لباس سفید به تن دارند، همه حجاج. میگه خداوند مباهات میکند، بر فرشتگان میگویند، فرشتگانی که در آسمان هاست، این بنده هم بر چی آمدن؟ چی میخواهند؟ خداوند میداند و هو اعلم به. ولی برای فرشتگان میگوید که فرشتگان اقرار کنند، میگوید که یا الله ای خداوند، اینها آمدن که پرستش تو را بکنن و از تو بخشش گناه های خود را میخوان و استغفرونک. خداوند متعال باز به بسیار افتخار میگوید که یبهی بهم الملائکه اشهدکم، اینی اشهدکم، من شما را گواه قرار میدهم، اینی اشهدکم اینی قد غفرت لهم، که ما برای تمام اهل عرفات گناهایشان را بخشیدیم، به تمام اهل عرفات. این یک نوع چیز، یعنی افتخار نمودن خداوند بالای انسانها در بعض مواطن. مثلا یکی از مواطن چیز همیست که صحرای عرفات خداوند متعال افتخار میکنه، شب لیلت القدر، شب قدر یا لیلت القدر، خداوند با کسایی که این شب بیدار می باشند، چپخیزی می کنند، خداوند بالاشان افتخار می کند. همچنان انسان صادق و رازگو را خداوند مباهات افتخار می کند بالاش، که از جمله صدیقین شد، تقدیرنامه الهی را به دست آورد. هیچ یک تقدیرنامه عظیمی هست که خداوند تو را از جمله صدیقین قرار بدهد. یکتب عند الله صدیقا، یکتب، خلاص تقدیرنامه گرفته شد و شهادتنامه به نزد خداوند گذاشته شده است. دینامه دنیوی رو ما چقدر اهمیت و ارزش میتیم، رو چوکات میکنیم و شیشه میگذاریم در جای بلند، آویزان میکنیم که هر کس ببیند و به دیدن و خواندن این تقدیرنامه انسان چقدر خوش میشود. یک خداوند بر تی تقدیرنامه را داده است، تا یکتب عند الله صدیقا، جمله صدیقین تو را قرار داده است. کسی است؟ کسی که راستگوست، راست صفت است، انسان راستین است، صادق است و صداقت. سوم، دیگر از جمله آثار و پیامدهای صداقت و راستی چی است دوستان؟ ایست که خداوند ثنای خود را بالای این مردم چی کرده است؟ گذاشته است. ثنا و صفت شانه کرده است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، ای مؤمنا از خدا بترسین و از جمله صادقین باشین. یعنی یک نوع خداوند متعال صفت میکند انسانهای صادقه، با صادقین باشین، با دروغگویان نباشین،
اینجا صف هاست، صف های راست گویان، صف های راست دروغ گویان، صف های مؤمنان، صف های منافقین. خداوند متعال میگه در صف های خوب باشین، در صف های راست گویان باشین، و کونوا مع الصادقین. این چیز یک پیامد راستی هست. کدام شخص در این صف می باشد که شخصی با شخصیت باشد، راستگو باشد، صادق باشد؟ کونوا مع الصادقین، نگفت که کونوا مع المنافقین یا کونوا مع الكاذبین، کونوا مع الصادقین. این یک نوع ثنا و تمجید الهی است برای همین گروه، به همین گروه هست. همچنان از جمله آثار و پیامدهای صدق و راستی دوستان عزیز برکت هست، حصول برکت، به دست آوردن برکت هست. برکت چی رو میگوید دوستان؟ برکت یک چیزی است که به چشم دیده نمی شود ولی انسان او رو محسوس میکند. میتونه است که برکت آمد و اون فلان چیز رو دیدم دو برکت است، نه، احساس میکنه هم برکت انسان. برکت در زندگی، برکت در وقت، برکت در مال، برکت در فرزند، برکت در عمل، برکت در عبادات، این چیزی برکت است. یک نمونهش بگویم، راستی چی میکند؟ یعنی راستی و راستگویی بر انسان برکت میدهد. خدا رسول صلی الله علیه و آله چی میفرماید؟ فإن صدق و بین بورك لهما في بيعهما، یعنی البیعان بالخیار، فإن صدق و بین بورك لهما في بيعهما. دو انسان خریدار و فروشنده خرید و فروش میکنن، اگر میگن راست گفتن، اگر راست گفتن و بیان کردن تمام چیزها کم کیفیت بیان کردن، خدا میگه برکت میاندازد. فی بیعهما، در چی؟ در می خرید و فروششان. برکت در چیست؟ اگر فروشنده راست گفت که این مال به قدر خریدیم و یک فایده میگیریم و این اصلی است و این از کدام فلان کشور است، یک کیفیت دارد، اگر راست گفت و اما مبیع را برش شرح نمود، میگه این چیز این فروشنده است. و خریدار هم میگه راست گفت، من مثلا پول ندارم، برش میگه که من بر شما چی میکنم، یک روز بعد پول میدم، راست گفت و تمام جریان برش براستی بیان نمود، میگه بوری که لهما فی بیعهما، در بیع عظیم دو شخص میگه خداوند برکت میاندازد. خریدار خداوند متعال چی کرد؟ در مبیعش برکت میاندازد و فروشنده را خداوند همین مالی که از خریدار گرفته است در مالش برکت میاندازد. چیزی یک نوع برکت است. خداوند متعال برای انسانهای راستین در زندگیشان، در اوقاتشان برکت میاندازد. یک چیز بسیار نعمت بزرگی است که خداوند متعال به انسان صفت برکت یا نعمت برکت میدهد. دوستان عزیز، یک میان برنامه کوتاه داریم، بعد از او در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم.
بله دوستان عزیز، قبل از میان برنامه در رابطه به یکی از مهمترین آثار و پیامدهای صداقت و راستی صحبت کردیم که او برکت بود. یکی از نتایج و ثمرات صداقت و راستگویی برکت هست و بزرگترین نعمت هست. برکت نعمت هست، یک واژه عام است، همه که او را میفهمه یعنی برکت چی معنا داره. برکت چیزی است که بزرگترین نعمت است دوستان. کثرت مال و دارایی ای به معنای برکت نیست. کثرت عیال و فرزند به معنای برکت نیست. جاه و جلال و وظیفه و زندگی و قصر و چیزها برکت نیست. شاید اگه انسان در یک خیمه زندگی کند و زندگی با برکت داشته باشد، او برکتی که یک شخصی در خیمه دارد و خداوند در زندگیش، در مالش، در عیالش گذاشته، شاید قصر نشینان از او محروم باشند. برکت شد. پس برکت چیزی است که نه به پول به دست می آید و نه به زور و نه به زر، بلکه به طاعات و عبادات و صداقت و اخلاص به دست می آید. خداوند بر انسان این صفت نصیب کرد، خدا در زندگیشان برکت چی میکند میاندازد. شاید یک شخص دو نفر تاجر است، یکی مستقیم سیده است، راستگو است، امانتدار است، تجارتش به اساس راستگویی و صداقت و امانتداری به پیش میرود، و شخص دیگر است دروغ میگوید، فریبکار است و چل و فریب میدهد بر مردم. این شخص فریبکار و دروغگو نه در زندگیش، نه در مالش برکت است و نه در تمام اوقاتش، نه در تجارتش. و این شخصی که راستگو هست و آدم سیده هست، خدا در مال و زندگیش برکت انداخته است و این چیز انسان محسوس می کند. مالی که از راه غلط آمده باشد، از در غلط آمد، از در غلط بیرون می شود، و مالی که از در راست آمده باشد، به در راست چی می شود؟ از او خارج می شود. آب به آب می رود و شیر به شیر می رود. هیچیست، یعنی یک مثل عام هست. یعنی شیر و آب با همچی آمیزش ندارد که ما شیر آب بگویم یا آب بگویم. این هم یکی از آثار و پیامدهای صداقت بود. همچنان یکی از مهمترین آثار صداقت دوستایی است که راستگویی انسان شخصیت میدهد. در بین مردم انسان راستگو انسان با شخصیت است، انسان محترم هست، مردم به او احترام میکند، مردم به او یک مقام یا وقار میدهد. بر انسانهای راستین شخصیت سازی و شخصیت به دست آوردن کار آسان نیست، کار دشوار هست. که اگر انسان در یک اجتماع یک شخصیتی باشد، یا تکلیف بکشد، زحمت بکشد و صفات نیکو را در خود ایجاد بکند و صفات بد از خود دور بکند، این شخصیت سازی هست. هیچ کس از طریق چل، فریب، نیرنگ، دروغ شخصیت شده نمیتواند. شاید بتواند یک مدت زمانی به پیش برود، ولی به نقطه میرسد که او نقطه چیست؟ نقطه است که دیگر چل و فریب و دروغش افشا می شود، دیگر پیش رفته نمی تواند. ولی انسان های راستگو بسیار انسان های عظیمی می باشند، شخصیت های بزرگی می باشند در جامعه، شخصیت های بزرگی می باشند. یک مثل عام داره می گوید، هر چیز پخته می شود، خام است پخته می شود، ولی انسان اگر خام شد پخته نمی شود. خام شدن انسان ایست که یک بار انسان اگر دروغ گفت، دیگر انسان امو راستشام قبول نمی کنه. یک بار اگر دروغ گفت و در بین مردم به نام دروغگو مشهور شد، باز مردم امو راستشام قبول نمی کنه و خوبی هایشام قبول نمی کنه.
پس ای انسان از چشم مردم افتاد، انسان دروغو از چشم مردم افتاد. پس دوستان عزیز، راستگویی بر انسان شخصیت می دهد و در بین مردم انسان محبوب می باشد. ببینید یک انسانی که با شخصیت است، مردم با او علاقه دارد، می نشینند، صحبت می کنند، انس می گیرند از نشستن از او، مثل که مثل یاران رسول صلی الله علیه وسلم که در چاربر رسول صلی الله علیه وسلم نشسته بودند. از نشست از او، از مجلس از او هرگز خسته نمی شدند، بلکه احساس خوشی می کردند. ولی انسان های دروغگو، انسان های فاسد، انسان های جنایتکار از مجلس اونها خسته می شوند، چرا که در او صداقت نیست، در او مجلس در او راستگویی نیست. همچنان از آثار و پیامدهای راستی دوستا، اطمینان و راحت نفسی هست. اطمینان و راحت نفسی است که انسان از چی؟ از تمام کدورت های داخلی و بیماری های روانی چی میکند؟ نجات میدهد. انسان از هر نوع بیماری چی میکند؟ بیماری های درونی و روانی نجات میدهد. بزرگترین مشکلی که امروز انسان ها و بشر با او روبرو هست، بیماری های روانی هست. یک شخص از خیلی پولدار است، میلیاردر هست، ولی با هزاران بیماری روانی مبتلا هست. احساس راحتی نمی کند، نه در مالش، نه در تجارتش، نه در زندگیش. یک انسان با در غمها غرق هست، یعنی راحت نفسی ندارد. کدام انسان راحت نفسی دارد؟ انسان مؤمن، انسان راستگو. حدیث هم هست در این رابطه از ابی حورا روایت است، میگه ما برای حسن بن علی رضی الله عنه گفتم که ما حفظت من رسول صلی الله علیه وسلم، از پیامبر صلی الله علیه وسلم چرا حفظ کردی، چرا آموختی؟ قال حفظت من رسول الله صلی الله علیه وسلم، از پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه ایره حفظ کردیم که فرمودن دع ما يريبك الى ما لا يريبك فان الصدق طمأنينة وان الكذب ريبة. حسن بن علی رضی الله عنه میگوید که از پیامبر علیه الصلاه و السلام امی توصیه را حفظ نمودیم که فرمودن دع ما يريبك الى ما يريبك، در هر چیزی که شبهه و شک بود او را بگذار، در هر چیزی که شک و شبهه بود او را ترک کن، و چیزی را بگی، کار را انجام بده که او چیز واضح هست، آشکار هست، دو هیچ شبهه نیست. و یک بسیار قاعده زیبای هست دوستا در تمام مسائل، در تمام تعاملات، در مایوری بک الا مایوری بک. بعض مردم یک تجارت شروع میکنن ولی دو تجارت شک هست که حلال است یا حرام هست، او را بگذار. وقتی که شک پیدا شد، یعنی به این معنی است که او را بگذارید. ما یک گلاس آب می نوشیم، آیا از کسی فتوا ضرورت است که آب نوشیدن جایز است یا جایز؟ نه خیر، بنوش، آب حلال است. یک مثلا نان است، یک قرص نان است، او رو بخورین، حلال است یا حرام؟ نه بخورین. اما شبهه، مثلا یک شبهه دو چی است، مسکرات یا شراب است، یک شبهه شراب است، بعضی مشروبات است، نوشیدنش صحیح است یا صحیح نیست، یا در بعضی غذاها، در بعض گوشت هایی که از کشور غیر اسلامی وارد می شود بکتر است، یک نوع شبه هست. شبه انسان باید دوری کنه، باید صاف و پاک باشن تعاملاتشان و عمل کردشان. بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود که فإن صدقتم أنینة، راستی بر انسان اطمینان می دهد. راستی بر انسان چی می دهد؟ اطمینان. و إن الكذب ریبة، و دروغگویی انسان در شک می اندازد. دروغی انسان به چی میکند؟ در شک میاندازد. و این الصدق طمأنینة و این الكذب ریبه، و این الكذب ریبه. این بسیار یک قاعده زیبای است، قاعده نبوی. چی بودی هم دیگه آثار و پیامد صدق و راستگویی بود. همچنان دوستا، از آثار و ثمرات و پیامدهای راستی و صداقت است که خداوند اسباب هدایت را برای این گروه میسر می‌سازد، آسان می‌سازد. اسباب هدایت را برای انسان‌های راستگو و راستین فراهم می‌سازد.
فراهم نمودن اسباب به دست انسان نیست، این خداوند است. این را ما توفیق هم میگوییم که خداوند متعال توفیق انجام کارهای خوب را به انسان میدهد. توفیق از جانب خداوند است و توفیق نصیب هر کسی هم نمیشود. یک قاعده عام است میگوید توفیق در نتیجه اخلاص بنده به دست می آید. اخلاص از پایین به بالا می رود و توفیق از بالا به پایین می آید. اخلاص از بنده به خداوند می رود، توفیق از خداوند به بنده پایین می شود. پس این چیز یک معامله متبادل است. تو اخلاص نشان بده، خداوند توفیق می دهد. اگر شما دیده باشن تجربتاً در قدیم و زمان آلیخ موبایل از ساعت هاست که انسان هر ساعت بخواد او را کوک میکنه، او را بیدار میسازد. در قدیم زمان حتی ساعت ها هم نبود، مردم در اطراف زندگی میکردن، ولی دینداری زیاد بود در قدیم و زمان. حتی برق نبود، مثلا مردم به چراغ مینشتن شب و غذا میخوردن، زندگی ساده ای داشتن، ولی ایمان بسیار درست و صادقی داشتن. همون مردم نیت میکرد که من شب 2 بجه شب باید بیدار شم، نماز تهجد بخوام. نیت میکرد، نه ساعت بود، نه موبایل بود، نه دیگه چیز. اساس نیت و اخلاص خداوند برش توفیق میداد که در همون ساعت بیدار میشد و نماز ادا میکرد. یک نوع چی بود؟ نوع تأثیر بود که خداوند متعال برای انسانهای صادق و راستگو و راستکار توفیق کارهای دیگر می دهد. مثلا خداوند متعال فرمود است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. کسایی که در راه خداوند جهاد کردند، نه در راه مادیات، نه در راه قوم، نه در راه قبیله، نه در راه مسائل سیاسی، در راه خداوند جهاد کردند، میگه حتما ما اونها را هدایت میکنیم، راهنمایی میکنیم. لنهدینهم سبلنا، برای خداوند اونها روان میشوند. یعنی مجاهدین راستین و صادق خداوند متعال به سوی خوبی ها رو راهنمایی میکنند. اینی که کس میگه من مجاهد هستم، او دزد مبراید، غاصب مبراید، قاتل مبراید، جنایتکار مبراید. نخیر، چرا؟ شاید ادعا کرده باشد ولی جهادی کرده به خاطر خدا نبوده، به خاطر چیز دیگری بوده، به خاطر تنظیم، رهبر، سمت، زبان، مادیات، پول، مال غنیمت، ریاکاری. اینها را خداوند هدایت نمی کند. ببینید در اینجا بسیار یک آیه زیباست که والذین جاهدوا فینا، جهاد کردن به خاطر ما، فینا یعنی به خاطر خداوند. پس اگر به خاطر خداوند بود، خداوند عالی نتیجه چند بر شما میداد که شما را هدایت می کند به سوی چی؟ به سوی راه خود. امام طبری هم رحمت الله علیه میگوید که لنهدینهم سبلنا لنوفقنهم لاصابه الطريق المستقيمه، برای اونها راه راست نشان میدهیم. وقتی که خداوند انسان راهنمایی میکنه، توفیق حق برش میدهد، توفیق راه درست میدهد، این بزرگترین نعمت است دوستان. همچنان از پیامدهای راست بودن است که انسان همیش با خداوند وصل می کند. راستی انسان با خداوند متعال وصل می کند. از طریق چی؟ از طریق دعا، از طریق تضرع و ثبات در ایمان. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، فاسال الله تعالی ان یجدد الایمان فی قلوبکم. زیبا حدیث زیباست. میگه این الایمان لا یخلقو، یخلقو از چی گرفته شده است؟ یعنی کهنه می شود. یک لباس آدم بسیار بپوشد بپوشد کهنه می شود. وقتی کهنه شد پاره می شود، وقتی پاره شد او را آدم می پردازد، دور می اندازد و ایمان یک لباس جدید را می خرد و او را می پوشد، از استفاده می کند. رسول صلی الله علیه و سلم می گوید که ایمان هم کهنه می شود. فی جوف احدکم، در درون شما، چرا که جای ایمان قلب است. کما یخلق الثوب، مثل که لباس کهنه شد، لباس خرید نو است، یک ماه دو ماه پوشیده، حتی بعض لباس ها که رخت خوب باشد یک سال دوام میکنه، بعضی کهنه شد، کهنه میشود، فرسوده میشود.
مگه ایمان همه میقسم کنه میشه در قلبتان؟ اسال الله تعالی ان یجدد ایمانکم. بس وقتی که شما لباستون کهنه شد او را دور میاندازین، ایمان هم کهنه میشد او را تجدید کنین. یعنی ایمان خود دور انداخته نمیشد، یعنی ایمانتون تجدید کنین. تجدید ایمانتون به چی میشد؟ که فاسال الله تعالی ان یجدد ایمانکم، ان یجدد الایمان فی قلوبکم، خداوند ایمانتون در قلبتان تجدید کند، یعنی او را رونق ببخشد، تقویه بکند. تجدید ایمان به چی میشود؟ به صداقت، به اعمال نیک، به عبادات، به طاعات، به نیکویی ها. ایمان مثلا وقتی که شما نماز میخوانید، بعد از نماز آمدین، چقدر دلتان راحت است، خوش است. تجدید چیست؟ تجدید ایمان هست. وقتی که روزه گرفتین، در وقت افطاری انسان چقدر خوش میباشد، الحمدلله روزه گرفتم، یک نوع تجدید ایمان هست. حج ادا کردین، کار خوب انجام داد، با یک فقیر و مسکین همکاری کردین، بعد از که شما برمیگردید چقدر خوش میباشد، کار خوب انجام داد، کار خوب. این یک نوع تجدید ایمان هست. وقتی با یک فقیر مسکین بیوزن یتیم همکاری کردین، او بر شما دعا میکند، دعای خیر میکند، دعای تقوی ایمان میکند، دعای مغفرت میکند. موست که خداوند متعال به اساس دعای از مفقیرا، یا اگر دعا هم نکنن، همین عملی که انجام دادن، خداوند ایمانتان به اساس همین عمل تقویه میکند. همچنان از آثار و پیامدهای صدق و راستگویی است که التزام به عهد و پیمان با خداوند متعال است. یعنی وقتی که یک انسان مؤمن می باشد، می گوید که ای بار خدای من مؤمن هستم، همین صداقت شما این عهد و پیمان شما را تجدید می کند. خداوند متعال در رابطه به مؤمنایی که در راه خداوند می جنگن می فرمد که من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی، فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. از جمله مؤمنا کسانی هستند که صدقوا ما عاهد الله علی، ای آن چیزهایی را که با خداوند عهد و پیمان بسته کرده بودند، دو صادق بودند. یعنی گفته بودند که ای بار خدایا، جان ما، مال ما، زندگی ما در راه تو فدا هست. وقتی که مسئله جنگ و جهاد می آید، اینها در راه خداوند جنگ و جهاد می کنن و امو عهد را که با خداوند بسته بودن که ای خدایا، جان ما، خون ما، مال ما، فرزند ما، زندگی ما فدای تو باشد، در راه خداوند شهید می شوند. اینها در عهد پیمانشون با خداوند صادق بودن و به اون هدفشان رسیدن. این التزام کیست؟ التزام به عهد و پیمان با خداوند است. که انسان وقتی که با خدا عهد و پیمان میکند که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، نماز ما، قربانی ما، زندگی ما، مرگ ما، همش به خاطر خداوند است. این چیز یک نوع صداقت در عهد و پیمان با خداوند است. اگر کسی رو بگوید که خداوند جان ما، مال ما و فرزند ما، زندگی ما فدای تو باشد، و وقتی که میدان عمل میآید فرار میکند، این خود دروغ شد، دروغ در عهد و پیمان شد. فرار میکنی، در راه خداوند نه مالت مصرف میکنی، نه جانت، نه زندگیت. همچنان از آثار و پیامدهای صداقت و راستی است که خداوند عاقبت خیر نصیبی از این مردم میکند. خداوند امتحان میفرمد فلو صدق الله لکان خیر الله، اگر اونها با خداوند راست میگفتن او برشان بهتر بود، یعنی عاقبت خیر نصیب عظیمی مردم می شود. و همچنان یکی از مهمترین اسباب صداقت و راستگویی نجات است دوستان. نجات، آدم نجات پیدا می کند در نتیجه چی؟ راستگویی. انسان های راستگو بسیار نفس پاک دارند، از هیچ چیز نمی ترسند، راست می گویند، از هیچ چیز نمی ترسند. در نتیجه راستگوییشان خداوند برشان نجات می دهد. در نتیجه راستگویشان خداوند برشان نجات میدهد. یعنی یک داستان مشهوری در درسای گذشته تقدیم کردیم، در غزوه تبوک که از مشهورترین غزواتی بود که او ذات العسره هم میگوید در سوره توبه ذکر شده است. در این غزوه پیامبر صلی الله علیه و آله امر کرد همه صحابه را که باید در این غزوه اشتراک کنند. موسم گرما هست، تابستان است، میوه ها سرد پخته شده،
و مردم به خانه هایشان نیاز داشتن که در خانه هایشان باشن. ولی این غزوه دشمن هم بسیار تعداد زیاد داره، موسم هم گرما هست و مسافه هم دور است. پیامبر صلی الله علیه و آله امر کرد که همتون بیرون شین. یک آزمون بود. هم به صحابه رفتن، سه صحابه تخلف کردن و منافقین. منافقین رو گفتن، عذرهای تراشیدن به پیامبر صلی الله علیه و آله و پیامبر صلی الله علیه و آله حضورشان قبول کرد. سه صحابی بدون عذر باقی مانده بودند که کعب بن مالک، هلال بن امیه، مراره بن ربیعه. سه صحابی راست گفتن، گفت یا رسول الله هیچ عذر نداشتیم، بدون عذر در مدینه باقی ماندیم. اما بود که در نتیجه راستی چون پیامبر هم کمی اونها را سرزنش کرد. 30 روز مقاطعه بود، بعد از 30 روز مقاطعه با فامیل بود، بعد از 40 روز توبهشان قبول شد در نتیجه راست بودنشان. خداوند راستگویان را نجات میدهد، هم در دنیا هم در آخرت. یک داستان، یک قصه را شما هم شنیده باشین. میگه در یکی از شرکت هایی که مسئولش مسلمان نبود و همه مسلمان ها با اونها کار میکردن، یعنی کارگرا بودن، یک روز میخواست که اینو کارگرا رو چی بکند، امتحان کند. برشان گفت که هر کسی که امروز نماز ظهر خوانده یک طرف استاد شد و هر کسی که نخوانده دیگه طرف استاد شد. اما کارگرا میشناس که این مسلمان نیست، تقریبا اکثرشان به طرف امو مجموعه استاد شدن که گفتن ما نخواندیم نماز. یعنی اونها فکر کردن اگر بگویم که نماز خواندیم شاید ما را از وظیفه دور کنه. یک تعداد کمی میگه استاد شد که ما نماز خواندیم، ما نماز خود در هیچ صورت ترک نمیگویم، هیچ ترک نمیگویم. میگه امو مدیر شرکت گفت که کسایی که گفت که نماز خواندیم اونها را دوباره تعیین کرد، راست گفته بودن و معاشاتشان هم زیاد کرد، و کسانی که دروغ گفته بودن و دل خود به مادیات بسته بودن اونها را همشون از وظیفه بیرون کردن و برشان گفتن که این اشخاص راست گفت، به دین خود راست هستن، به عقیده خود راست هستن، با خدای خود راست هستن، اینها با ما هم راست کار خواهند بود. و شما دروغ گفتین، وقتی دروغ گفتین دروغ در دین تا ناروا هست، فردا با ما هم دروغ میگین، وقتی که با خدایتون دروغ میگین با ما هم دروغ میگین. پس راستگویان همیش رستگار هستن. راستی کن که راستان رستن، در جهان راستان قوی دستن. و همچنان خداوند متعال یکی از آثار و پیامدهای راستگویی است که خداوند برشان اجر و پاداش زیادی میدهد برای انسانهای راستگو، و اجرها و پاداشهای کثیر و بلا حدودی برشان میدهد. رسول صلی الله علیه و آله فرموده که من طلب الشهادت صادقا اعطیها ولو لم تصبه. در راه خداوند شهادت که بسیار یک مقام عالی است، اگر کسی بخواهد خداوند برش او مقام میدهد ولو که به او نرسد، ولو مات علی فراشه. در حدیث دیگه آمده است که من طلب الشهادت بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات علی فراشه. حدیث است، یعنی اگر کسی در راه خداوند، یعنی خداوند شهادت نصیب ما کو، دعا بکند از قلب، مثل که عمر رضی الله عنه طلب شهادت کرد که ای خداوند شهادت نصیب ما کو، خداوند شهادت برش نصیب کرد در حالی که در محراب استاد بود، شهید شد. حضرت عمر رضی الله عنه شهید شد در حالی که خالد بن ولید بزرگترین قیادت های نظامی و عسکری بود، از خداوند شهادت خواست ولی شهادت نصیبش نشد. او در جنگ شهید نشد ولی عمر رضی الله عنه در مدینه منوره در محراب شهید می شد. از خداوند این شهادت خواسته بود. از چی؟ از صدق دل. همچنان انسانهای راستگو خداوند حسن خاتمه را نصیبشان می کند. حسن خاتمه را نصیبشان می کند. حسن خاتمه هم یک بزرگترین آرزو و آرمان هر مؤمن است. مثلا می فرماید که ما یزال الرجل یصدق و یتحرى صدق حتی یکتب عند الله صدیقا. حسن خاتمه، انسانی که به نزد خداوند از جمله صدیقین شد، از جمله اهل بهشت شد، این مقام است که بسیار بنده های کمی خداوند به او چی می شود، به او می رسد. همچنان برای انسان های راستگو خداوند متعال ثواب اخروی را نصیب می کند. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم.
میگه در روز قیامت خدا میگوید که این روزی است که بر راستگویان راستیشان فایده میرساند. ینفع الصادقین، در دنیا راست گفته بودن، امروز خدا برای همین مردم پاداش زیاد میدهد. تقریبا چی بودیم؟ بعضی همو پیامدها و آثار راستی و صداقت بود که خداوند متعال برای کی؟ برای همین مردم چی میکند؟ برای همین مردم داده هست و میدهد. و در اخیر تقریبا یک چند نقاط دیگری هم هست که در نتیجه صداقت و راست بودن امن و امنیت برقرار میگردد، اجتماع سالم از مسلمانان تشکیل می شود، یک اجتماع قابل اعتماد مردم که همه مردم در اون اجتماع به آرامی زندگی می کند در نتیجه صداقت و راستگویی است که مردم در بینشان این صفت اگر ایجاد نمود، اجتماعشان اجتماع پر امن می باشد، اجتماع که ترقی می کند و پیشرفت می کند و اجتماعی که هر انسان احساس آرامش می کند. که همش در نتیجه چیست؟ در نتیجه صداقت و راستگویی هست. پس دوستان عزیز، راستی کن که راستان دستن در جهان راستان قوی دستن. یعنی خلاصه درس ما بود، خداوند متعال برای ما شما صفت راستی را نصیب کند و از دروغ و از تمام صفات زشت ما را نگاه بکند. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه.